همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. برنامه امروز برنامه ویژه است، زیرا می توانم بگویم که سرآغاز دور تازه ای از کار من و دوستان نزدیک من در این تلویزیون خواهد بود. با پروانه شما اندکی به تاریخ کار خود من در این رسانه باز می‌گردم و آنگونه که آگاهی دارید، شاید 5 سال پیش بود که من برنامه یک کلمه رو در تلویزیون اندیشه آغاز کردم و سپس دوست گرامی من، روزنامه‌نگار کهن ایرانی، نه کهن سال ولی کهن به مفهوم قدیمی و بسیار توانای ایرانی، آقای حسین مهری به این تلویزیون پیوستند و از جمله برنامه را آغاز کردند با سرنامه برگی از تاریخ. و این برگی از تاریخ هم تقریبا می توانم بگویم که دست کم 4 سالی است در این تلویزیون بوده و البته پیشتر از اون من برنامه های با ایشان در رادیویی داشتم که اینک بسته شده. در آغاز کار برای من خیلی دشوار بود که در برابر این دوربین بنشینم و با شما گفتگو کنم. من بسیار علاقمند به سفر و سخنرانی و دیدار با بینندگان و شنوندگان هستم و برنامه تلویزیونی تا اون زمان جز در گفتگو با دیگران نداشتم و بر این باور بودم که شاید نتوانم از عهده این کار بر بیایم. خوشبختانه با پشتیبانی شما و نامه ها و ایمیل ها و دیدارهایی که با دوستان دارم که برنامه ها رو نگاه میکنن، دریافتم که هم برنامه یک کلمه و هم برگی از تاریخ و نیز دیگر برنامه هایی که در این تلویزیون پخش میشود مورد علاقه شما همیهنان گرامی است. طبیعی است که هر برنامه، حالا شاید واژه درستی نباشه، ولی بر روی مشتری یا بیننده ویژه خودش رو داره و نمیتوان چنین اندیشید که مردم، همه مردم به همه برنامه ها، آن هم با این همه رسانه های زیادی که در خارج از ایران وجود داره یا در پیرامون ایران وجود داره، گوش فرا میدهند یا میبینند و همه این برنامه ها رو دنبال میکنند. نه چنین چیزی شدنی است، نه چنین انتظاری واقعی. بر روی در این سالها من شاهد دگرگونی هایی در تلویزیون اندیشه در راستای تغییر مدیریت بودم. برخی از اونها برای من خوشایند بوده، برخی از اونها ناخوشایند، ولی به هر روی در این افت و خیز ها من همچنان توانستم با پشتیبانی دوستان دیگر و از جمله بردباری دارنده تلویزیون برنامه خودم رو بدون هیچ گونه دخالتی ادامه بدم و بسیار هم سپاسگزار هستم. اما این دگرگونی تازه‌ای که در تلویزیون اندیشه انجام شد از بنیاد تفاوت‌هایی با دگرگونی‌های دیگر داشت. تنها دگرگونی در مدیریت نبود، بلکه دارنده تلویزیون برام بود که این تلویزیون رو اصلا تعطیل کنه، ببنده و این است که یک تغییر اساسی به وجود آمد. یعنی حتی دارندگی تلویزیون تا حدودی دگرگون شد، اگرچه تا اونجایی که من آگاهی دارم آقای دورمانی هنوز هم در پشتیبانی از این تلویزیون درگیر هستند. در این هنگامی که این دگرگونی به وجود آمد، گفتگو بر سر این بود که آیا آدم‌های مانند من میتوانند با مدیران تازه و یا دارندگان تازه تلویزیون همکاری کنند. تا اونجایی که به دیدگاه فکری کسانی که امروز این تلویزیون رو در اختیار دارن مربوط می شود، هیچ دگرگونی اساسی روی نداده. یعنی کسانی که امروز در دارندگی و مدیریت تلویزیون درگیر هستند، از نقطه نظر خانوادگی فکری از همان دیدگاهی پیروی می کنند که آقای دورمانی، با توجه به اینکه در این گفتگوهایی که ما نزدیکی بیشتر داریم تا تفاوت و این هم از زیبایی های زندگی سیاسی جامعه ماست که همه ما از دیدگاه ها و پیشینه های گوناگون رفته رفته در میابیم که راهی جز این که بتوانیم
با هم ایران آینده رو بسازیم نداریم و باید این رو بپذیریم. آدمی آینده ایران رو آنگونه که حافظ میگفته از عالم دیگر نمیتوان یافت، از همین پیشینه تاریخی ایران، از همین خانواده های فکری و سیاسی گذشته و امروز ایران باید جست و باید ایران رو ساخت. در ماه های گذشته یا هفته های گذشته به ویژه گفتگوهایی میان من و مدیر تازه یا دارنده تازه این تلویزیون انجام شد و ما به پیامدهای بسیار بسیار نیکی رسیدیم و هم من و هم ایشان همه دریافتیم که می توانیم و باید به گونه ای در کنار هم بنشینیم و کار کنیم و بیان که از دیدگاه های خود پرهیز کنیم و یا سازشی در اندیشه خودمون بکنیم، ولی می توانیم با مدارا، با بردباری، با مردمداری، با روش های پسندیده در دنیای مدرن، با پذیرش حقوق شهروندی یکدیگر در یک خانه مشترکی مانند تلویزیون اندیشه همکاری کنیم و در همان زمان هم تا حدود زیادی استقلال فکری خودمون رو حفظ کنیم. البته این تلویزیون من تنها میهمان و این تلویزیون اجاره نشین این تلویزیون هستم، دارنده تلویزیون دیگران هستند و از همکاری اون هم بسیار شادمان هستند. در هنگامی که این دگرگونی ها روی میداد به خیلی ها با من تماس می گرفتند و می گفتند، به ویژه هنگامی که برای یکی دو هفته به نظر می آمد که تلویزیون بسته شده و واقعا هم بسته شده بود و بسیاری از هممیهنان به ویژه در ایالات متحده آمریکا امکان دریافت ماهواره این برنامه را نداشتند، این تردید وجود داشت و این پرسش ها وجود می داشت که آینده تلویزیون چه خواهد بود، این تلویزیون یه جایگاه ویژه‌ای در میان برخی از ایرانیان، بخشی از ایرانیان یافته بود، یک تلویزیون روی هم رفته سالمتر، روشن فکری تا حدودی و تا حدود زیادی بردبار، بدون جنجال یا بدور از جنجال در میان این تلویزیون های بسیاری که در خارج از ایران وجود می‌داره بود. در شمار تلویزیون های مستقل، من تلویزیون های دولتی رو یا تلویزیون هایی که هزینه های کلان از جایهای دیگر میگیرند رو از این خانواده جدا میکنم. به ویژه پس از تغییر مدیریت تلویزیون سخن بر سر این بود که دیگر جای ماندن در این تلویزیون نیست و کسانی با من تماس میگرفتند که شما هم باید حساب خودتون رو جدا کنید و از این تلویزیون خودتون رو برهانید و چیزهایی از این دست که بیشتر جنبه شخصی داشت. از نقطه نظر فکری دگرگونی چندانی در تلویزیون اندیشه صورت نگرفته. حتی میتوانم بگویم که روش بردباری شاید افزایش پیدا کرده در این نگاه نخستینی که من به مدیریت تازه تلویزیون دارم. میتوانم با آگاهی شما برسانم که پس از چندین هفته گفتگو ما به یک پیمان تازه با، یعنی من و حالا خواهم گفت چگونه، به یک پیمان تازه با تلویزیون اندیشه رسیدیم. ماها پیش من بنیادی رو ایجاد کردم به نام بنیاد آینده برای کار غیر انتفاعی و ما توانستیم با در گفتگو با مدیریت تازه تلویزیون اندیشه یک بلوک برنامه ها رو به یه مفهومی اجاره کنیم یا در اختیار بگیریم. البته برنامه ها شامل برخی از برنامه هایی که پیشتر هم وجود داشته در تلویزیون، مانند برنامه های آقای گوهرزاد یا آقای مهری و خود برنامه های من خواهد بود و برنامه های تازه‌ای هم در این بلوک بنیاد آینده در برابر شما قرار خواهد گرفت و این شانس رو به ما دادند، این بر روی این واکنش مثبت از سوی مدیران تلویزیون بوده که یک ساعت‌های بسیار خوبی رو از ساعت 9 بامداد لس آنجلس تا 11 بامداد در روزهای مختلف در اختیار ما قرار بدهند که در تهران اینها در ساعت‌های 8:30 تا 10:30 شب تهران یک همچین ساعت‌هایی خواهد بود تقریبا.
برخی خورده گرفتن یا میگیرن یا از بیرون این پرخاش رو میشنوم که چرا شما خودتون رو، عین واژه‌ای که یکی از تلفن زنندگان به من استفاده کرد، آلوده به این کار کرده اید. آلوده به چه کاری؟ مگر بناست که ما یک استقلال کامل به دور از هر گونه پیوند و نزدیکی با دیگران داشته باشیم؟ یعنی باید هواداران مسلمانان باید یک تلویزیون داشته باشند، مسیحی ها باید تلویزیون داشته باشند، طرفداران سکولاریزم جمهوری خواهانه یک کار رو انجام بدن، اونهایی که طرفدار پادشاهی هستند باید دکان خودشون رو داشته باشند و هیچ کس با هیچ کس کاری نداشته باشه. این واقعیت جامعه ما نیست و واقعیت جامعه ما در گذشته هم نبوده. فراموش نکنید بیشتر کسانی که با نظام پادشاهی در ایران سر سازگاری نداشتن، جمهوری خواه بودند، با گرایش های گوناگون، از اونهایی که مصدقی یا جبهه ملی نگاه میکردند تا اونهایی که چپ بودند، در دوران پیش از انقلاب در نهادهای دولتی، در نهادهایی که یا غیر دولتی، در نهادهایی که به هر روی در یک نظام پادشاهی در ایران اداره میشد کار میکردند، در روزنامه ها، رسانه ها، در وزارتخانه ها، در بنیادهایی مانند کانون پرورش فکری و بسیاری از کارهای برجسته اون دوران از همین آدم ها روی میداد، از همین آدم ها به وجود می آمد. و ما بسیاری از همیهنانی که از من سن و سالشون بیشتر هست، مانند آقای مهری و بسیاری دیگر از همیهنانی که میشناسیم، میدانیم که در این رسانه های مانند اطلاعات، کیهان، رادیو تلویزیون های دولتی کار میکردن و میتوانستن اندیشه خودشون رو هم در یه محدودهی جای بدهن و ایرادی هم نبود. خب انقلاب شد و این سنت به هم ریخت و یک نوع نگاه رادیکال به وجود آمد. حالا ما در خارج از ایران نشسته ایم و شمار رسانه ها بسیار زیاد هست، اما رسانه های سالم روی هم رفته چندان زیاد نیست. من همواره بر این باور بوده و هستم که یکی از سالمترین رسانه های تلویزیونی در خارج از کشور تلویزیون اندیشه است و این خانه رو برای خودم بسیار مغتنم شمردم و در این 5 سال هم خودم و هم دوستانی که یا پیش از من در این تلویزیون بودند یا پس از من به این تلویزیون آمدند، اونها رو برانگیختم، پشتیبانی کردم که در این خانه بمانند. و خوشبختانه با تفاهمی که با مدیریت تازه تلویزیون ایجاد شده، ما خواهیم توانست این بلوک اندیشه‌ای رو، این مجموعه کاری رو که کسانی مانند خود من یا آقای مهری، آقای گفتگوهای آقای مهری با آقای میلانی، گفتگوهای آقای گوهرزاد با بسیاری از روشنفکران و نظریه پردازان خارج از کشور در این سالها انجام دادن و میدهن رو به این مجموعه بیفزاییم و از همکاری تلویزیون اندیشه هم برخوردار باشیم. این است که با این رو به آگاهی شما میرسانم که از بامداد روز دوشنبه آینده برنامه های گسترده تری رو با شما خواهیم داشت. هزینه این کار شخصاً بر عهده خود من هست. این رو بر این به این دلیل به شما میگویم که مثلا در مورد آقای دورمنی میگفتن که ایشان از آقای رفسنجانی پول میگیره، که من یک بار به شوخی گفتم اگر آقای رفسنجانی اینقدر آزاداندیش بود که به چنین مجموعی اجازه نه تنها کار میداد، هزینه اون رو هم میداد، بنده هم از شمار هواداران آقای رفسنجانی میشدم. این نوع افسانه ها رو باید کنار نهاد. البته هستن تلویزیون هایی در رسانه هایی در خارج که رسما و غیر رسما، رسمی و غیر رسمی از دولت های دیگر، از بنیاد های دیگر کمک مالی میگیرند، پول میگیرند و خیلی هم آشکار اون رو مطرح نمی کنند. من بر این باور نیستم که تلویزیون اندیشه در شمار چنین نوع رسانه هایی است و فکر می کنم تا یه حدود زیادی استقلال مالی
بر پایه پشتیبانی هایی که افراد از اون میکنن، بر پایه دیدگاهی که دارن داره و من همکاری خودم رو با این تلویزیون ادامه خواهم داد، به ویژه با این پیمانی که ما با هم بستیم، پیمان نامه یا قراردادی که با هم بستیم، که این ماهای آینده آزمونی خواهد بود که ما چگونه میتوانیم با هم کار کنیم، چگونه میتوان پذیرفت که 2 ساعت برنامه نزدیک به اندیشه های آدم جمهوری خواهی مانند من که هوادار بر روی دوران زمامداری زنده یاد محمد مصدق و میراث فکری اوست، میتواند با کسانی که با این میراث فاصله دارند یا نقد دارند یا جمهوری خواه نیستند، هوادار یک ساختار پادشاهی دست کم مشروط خواه در ایران هستند، نه اونهایی که به قول معروف شاه‌اللهی هستند، هنوز دنبال این هستند که دستگاه ساواک و زندان و چماق و چیزهایی از این دست رو به جامعه برگردونند، نه، کسانی که هوادار یک نوع پادشاهی مشروطه هستند، خودشون رو پایبند به یک رشته ارزش‌های شهروندی میدانند، چگونه ما میتوانیم در کنار یکدیگر دست کم در کار رسانه‌ای همکاری کنیم؟ من هیچ انتظاری ندارم که کسانی اندیشه یا داوری‌های فکری خودشون رو کنار بگذارن. فراموش نکنید که برخی هستند کسانی که از یک خانواده چپ یا جمهوری خواهی یک باره با پرواز آزاد به خانواده پادشاهی پرواز میکنن، یا بالعکس به دلایل مالی رنگ دگرگون میکنن. من در این باره سخن با شما ندارم، در این باره سخن دارم که میتوان پذیرفت که با کسانی که با دیدگاه شما همسو نیستند یا دست کم با دیدگاه شما دشمنی آشکار ندارند میتوان همکاری کرد. یعنی تا اون جایی که ما حقوق شهروندی رو در جامعه ایران پذیرفته باشیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته باشیم، معیارهای اخلاقی کار رسانه‌ای رو پذیرفته باشیم، میتوان در یک رسانه در کنار هم نشست و با استقلال فکری دیدگاه خود رو در برابر مردم قرار داد، بیان که به یکدیگر ناسزا بگوییم، بیان که بخواهیم جنجال بپا کنیم، دیدگاه ها رو در برابر مردم قرار میدهیم. و باور من این است که در بسیاری از زمینه ها میتوان هم فکر بود، هم سو بود، در جاهایی هم میتوان دیدگاه کاملا متفاوت داشت. من هوادار یک جمهوری پایبند به حقوق بشر در ایران هستم. من هیچ سر سازگاری با بازگشت پادشاهی در ایران ندارم، ولی میتوانم در کنار کسانی که هوادار یک نوع پادشاهی مشروطه در ایران هستند در یک رسانه همکاری کنم. من میتوانم با کسانی که دارای باورهای مذهبی بسیار استواری هستند ولی به حقوق بشر و حقوق شهروندی در یک جامعه ارزش می نهند در یک رسانه همکاری کنم. گرفتاری هم در این نمی بینم و فکر می کنم این یکی از زیبایی های جامعه مدرن و جامعه بردبار، جامعه شهروند است و ما باید برای این کار در آینده ایران هم به راستی تمرین کنیم. من هرگز به دلیل این نوع همکاری در تلویزیون اندیشه از دیدگاه های خودم دست بر نخواهم داشت و با پافشاری همچنان اندیشه های خودم رو در برابر شما قرار خواهم داد و در این حال میپذیرم که چند ساعتی پس از برنامه هایی که من یا دوستان همفکر من در این تلویزیون خواهند داشت یا پیش و پس از اون، دیگران با اندیشه های دیگری داوری های خودشون رو با شما در میان بگذارن. این مجموعه چند رنگ فکری به سود جامعه است، به زیان جامعه نیست و تا اونجایی که ما دروغ به هم نگیم، راستگو باشیم و دیدگاه خودمون رو از یکدیگر پنهان نکنیم، باور من این است که این نوع کارها به سود جامعه و به سود آینده ایران است و تمرینی است برای اینکه چگونه ما میتوانیم یک ایران دموکراتیک و سکولار، یک ایرانی که یک مسلمان، یک بهایی، یک
یهودی، یک مسیحی، یک بیدین، یک زرتشتی، از هر پیشینه و تبار قومی و سیاسی در کنار یکدیگر آزادانه زندگی کنند و از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. اینها رو در برابر شما نهادم برای اینکه پیش درآمدی باشد برای برنامه هایی که از هفته آینده در این تلویزیون در هم چیده خواهد شد. این چیده شدن رو هم من از کسروی آموختم، یعنی در کنار هم قرار خواهد گرفت و جزئیات اون رو بیشتر در هفته های آینده با شما در میان خواهیم نهاد. من سازمان دهنده در واقع این بخش برنامه ها بودم، مسئولیت اونها هم با خود من هست. البته دوستانی که در این برنامه همکاری میکنن دیدگاه های ویژه خودشون رو خواهند داشت در این خانواده فکری که این بنیاد آینده به اون پایبند است، که اونها رو من در درازای سالهای گذشته با شما در میان نهادم و اساس اون هم پیدایش یک جمهوری لیبرال پایبند به اعلامیه جهانی و بشر در ایران است، یک حکومت غیر دینی، فرا دینی، فرا قومی، فرا روی هم رفته مبتنی، این فرای آخر رو کنار بگذارید، پایبند به حقوق فردی انسان، جامعه‌ای که انسان در کانون اون و حقوق انسان، حقوق فرد در کانون اون قرار داره و زن و مرد از هر تیر و تباری و از هر پیشینه‌ای، از هر اندیشه‌ای با یکدیگر دارای حقوق برابر خواهند بود. این اندیشه ها رو در درازای 5 سال گذشته من در لابلای برنامه ها با شما در میان نهادم و در هفته های آینده هم بیشتر با شما در میان خواهم نهاد و امیدوارم که مدیران تازه تلویزیون اندیشه و من و دوستانم آقای گوهرزاد، آقای مهری، دوستانی که درگیر این برنامه خواهند شد مانند آقای دستمالچی، دوست خیلی خوب من آقای پرویز دستمالچی، آقای علوی، آقای کوسری و بسیار دیگری که به این برنامه ها خواهند پیوست، با همکاری کسانی که برنامه های دیگر رو در این تلویزیون به اون میپردازند و دارنده این تلویزیون به ویژه هستند و یا بخش بیشتر برنامه این تلویزیون در اختیار اون هاست، با یک نوع بردباری و با یک نوع نگاه مثبتی برای آموزش اندیشه های انسانی، اندیشه های دموکراسی خواهانه، سکولار به مردم ایران بتوانیم با یکدیگر کار کنیم و این تلویزیون تواناتر بشود. برداشتی هم خوشبینانه ندارم که فردا همه هوادار اندیشه من بشوند و یا بنده هوادار اندیشه دیگران. ما این چندگانگی رو در آینده ایران هم خواهیم دید و باید هم داشته باشیم و جامعه بشری هم اصولا به این گونه پیش می رود. بنا نیست همه یک گونه بیاندیشند، بنا نیست که همه یک نظر داشته باشند، اما بناست که بتوانند حقوق برابر یکدیگر رو بپذیرند، یعنی بپذیرند که یک مسلمان هوادار یک اندیشه مذهبی تا اونجایی که پایبند به اعلامیه جهان حقوق بشر و حقوق شهروندی است در کنار یک هوادار یک نظام سوسیالیستی چپ، در کنار کسانی که مانند من میاندیشند، در کنار کسانی که از یک مشروطه پادشاهی هواداری میکنند، بتوانند با هم گفتگو کنند، بتوانند در کنار هم زندگی کنند و به جان هم نیفتند، یعنی حقوق شهروندی، حقوق بشر رو بپذیرند، اخلاق روابط رو حفظ کنند، اخلاق رو در این روابط حفظ کنند. دشوار هم است، ما تمرین زیادی در ایران نداشتیم و بعد از این راه ها این کار رو انجام بدیم و تمرین کنیم و این است که باز به آگاهی شما میرسانم که از بامداد روز دوشنبه برنامه های تازه ای رو از این جمع ما خواهید دید، از این بنیاد خواهید دید. البته برنامه های گذشته هم همه به درون این بلوک برنامه ها خواهد آمد و رفته رفته امیدوارم که این برنامه ها گسترش پیدا بکنه و تمرینی است که داریم انجام میدیم و امیدوارم که این آزمون موفق باشه. گردان برنامه من
به آگاهی من رساندند همکاران در تلویزیون اندیشه و خواستند که من هم به آگاهیشون برسانم که گویا از امروز این تلویزیون ماهواره خودش رو در آمریکا و کانادا باز یافته و بار دیگر از راه ماهواره در آمریکا و کانادا در دسترس هم میهنان هست. در ایران که بوده و هنوز هم ادامه داره، گویا بناست که از راه ماهواره به اروپا هم پخش بشود و بسیار خوب است. البته من جزئیات آگاهی ماهواره‌ای رو ندارم، در تلویزیون حتما آگاهی های رو به شما خواهند رساند و تبلیغات خواهند کرد، ولی خواستم بگویم که اون گروه از همیهنانی که در آمریکا و کانادا محروم بودن از دیدن این برنامه از راه ماهواره، اینک به ماهواره هم دسترسی خواهند داشت. به رشته گسسته کلام باز میگردیم. البته شاید هم رشته گسسته کلام نباشه، رشته تازه کلام باشه. میدانید یکی از نخستین کارهای من در این سالهای گذشته بازبینی و بررسی کتاب شیگری زنده یاد احمد کسروی بوده و بارها هم در برنامه های گوناگون پیرامون این جنبه هایی از کار کسروی که به نقد آیین شیعی در ایران پرداخته من هم پرداختم و کتاب شیگری احمد کسروی که کتاب شاید 80-90 صفحه بیشتر نبوده رو به یک کتاب نسبتا بزرگی تبدیل کردم، حواشی زیادی به اون افزودم و این کتاب بناست به چاپ دوم هم برود و در چاپ دوم کار بیشتری رو هم به اون افزودم و خواهید دید. یکی از همیهنان بسیار آگاه ماها پیش از ایران با من تماس گرفتند، نخست از راه ایمیل و سپس در یه دیدار کوتاهی که در اروپا پیش آمد و خورده‌ای می گرفتند و این خورده‌ای است که خیلی ها نسبت به این نوع بررسی های مربوط به دوران آغاز اسلام دارن. خواهید که بسیاری از آنچه که درباره آغاز اسلام وجود داره ناروشن است و شاید افسانه‌ای. نخستین نوشتارهایی که از اون دوران به جای مانده نزدیک به 150 سال از آغاز اسلام فاصله داره و بسیاری از کتابهایی مانند کتب اربعی شیعی یا صحاح اهل سنت، اینها همه سالها خیلی پس از آغاز اسلام نوشته شده و کتابی مانند تاریخ طبری اساسا مربوط به پایان سده دوم و آغاز سده سوم هست و اگرچه چیزهایی از در کتاب مثلا تاریخ طبری از اون دوران یاد شده از زبان دیگران، ولی حتی اون دیگران هم که طبری از اونها یاد کرده، خود اونها هم خیلی پس از دوران آغاز اسلام میزیستند. ما شاهد زنده مکتوبی مثلا از رویداد کربلا نداریم، اصلا نمیدانیم این ماجرای خلفای راشدین یا دعواهایی که میان هواداران علی ابن ابی طالب علویان با دیگران بوده راست است، دروغ است و خیلی از این چیزها. ایرادی که این دوستان میگیرند کاملا بجاست، به این معنا که ما درباره اون دوران هیچ آگاهی مستندی در اختیار نداریم. می توانیم حتی بگوییم که همان گونه که تاریخ گذشته و دور ایران مثلا در شاهنامه صورت افسانه‌ای پیدا کرده و پذیرفته شده، یک رشته آگاهی هایی که چه در میان اهل سنت چه در میان شیعیان پذیرفته شده و سینه به سینه بازگو شده، اینها بیشتر جنبه افسانه‌ای و اسطوره‌ای داره. درباره دلیری های علی ابن ابی طالب، درباره کارهایی که عمر ابن عمر انجام داده، عثمان انجام داده، ابوبکر انجام داده، خود پیامبر انجام داده، ما آگاهی های دست اولی در دست نداریم. میپذیریم یک پشت از این روایات و احادیثی که سینه به سینه گویا بازگو شده.
از این رو من میپذیرم که بسیاری از رویدادهای مربوط به آغاز اسلام تا سده پایان سده نخست آغاز اسلام، نخست هجری، اینها بیشتر جنبه افسانه‌ای یا جنبه‌های آمیخته با افسانه داره و باید هم جنبه‌های آمیخته با افسانه داشته باشه. از دیدگاه یک تاریخ پژوه، یک بررسی کننده تاریخ، من باید به نادرستی‌های این رویدادهای تاریخی بپردازم و مثلا بنویسم که آنچه که در مورد یک پشت رویدادهای کربلا بازگو شده نمیتوانسته واقعی باشد به این دلیل و آن دلیل و زمان و چیزهای از این دست. اما من نمیتوانم به عنوان یک تاریخ پژوه نسخه دیگری رو، شرح دیگری رو در برابر این نوع رویدادهای افسانه‌وار در برابر شما قرار بدم، چون سندی ما در اختیار نداریم. این است که با پذیرش جنبه افسانه‌وار و اسطوره‌ای این نوع داستان‌ها ما باید به درون اونها برویم. یکی از زیبایی‌های کار فردوسی در اسطوره‌ای کردن، افسانه‌وار کردن تاریخ ایران در این است که فردوسی در این کار خود ارزش‌های بسیار نیکی رو وارد جامعه ایران کرد. پهلوانی، قهرمانی، ایران دوستی، کار جمعی، جوانمردی و بسیاری چیزهایی که شما در شاهنامه میبینید که براستی ما رو سربلند از تاریخ خودمون میکنه، اگرچه این تاریخ تاریخ افسانه‌ای هم است، ارزش‌های نیکیست که به ما رسیده از این روز که شاهنامه ماندگار شده. داستان‌های شاهنامه رو میتوان به نقد کشید، ولی آن چیزی که در این داستان‌های شاهنامه از دلیری رستم، از کارهای پادشاهانی که او از اونها نام میبره و یا شخصیتهایی که از اونها نام میبره آمده، یا در کارهای نظامی گنجه‌ای در ماجرای فرهاد و شیرین و خسرو آمده، اگرچه افسانه ایست، اما ارزش‌های نیکی رو از زیبایی، عشق، از دلیری، از کارهای نیک انسانی، از ارزش‌های بردبارانه در برابر یکدیگر، رفتارهای انسانی در برابر یکدیگر در برابر ما مینهه که ما میتوانیم نسبت به اونها بسیار احساس سربلندی بکنیم. از این رو پاره ای از افسانه‌های تاریخی چه در تاریخ ما، چه در تاریخ دیگر کشورها مانند تاریخ یونان، هومر، تاریخ کشورهای دیگر، همه اینها بخشی از فرهنگ ماندگار جامعه اون جوامع می شود و اونها رو مردم می پذیرند، نه به عنوان رویدادهای واقعی، چون نمی دانیم واقعی بوده، اینا بسیار از اونها هم نمی توانسته واقعی باشد، پادشاهی نمی توانسته 600 سال زندگی کند، و یا چیزهایی که گفته می شود مثلا مانند داستانهایی که در مورد کارهای شگفت‌آور هرکول هست، ولی اینها فرهنگ یک جامعه رو شکل میده. برخی از این ارزش‌ها ارزش‌های بسیار نیک و ماندگار و قابل پاسداری است و برخی از اونها رو باید به نقد کشید. از این روز که در برخورد به آنچه که از تاریخ اسلام و به ویژه تاریخ شیعی به ما رسیده، از این دیدگاه ما به اون نگاه میکنیم، یا من به اون نگاه میکنم، یک نگاه تاریخی است، نگاه یک تاریخ پژوه است که بگوید این رویدادها نمیتوانسته درست باشد. نمیتوان پذیرفت که عمر در خانه رو به سینه و شکم فاطمه زده و فرزند او سخت جنین کرده و این دشمنی به وجود آمده. با این همه علی ابن ابی طالب پس از مرگ فاطمه، هنگامی که دوباره ازدواج کرده، نام فرزند خودش رو عمر گذاشته. این دو با هم نمیخوانه، دروغ است. این افسانه لگد زدن و سخت جنین و چیزهای از این دست از نقطه نظر تاریخی، از نقطه نظر عقلانی، از نقطه نظر خرد درست در نمی آید. اینها رو می توان از نقطه نظر تاریخ پژوهی به اون پرداخت. اما جدا از تاریخ پژوهی، ما با یک انبوهی از این نوع روایات و احادیث و افسانه ها روبرو هستیم که این مجموعه فرهنگ دنیای شیعی رو می سازه و ما این رو به نقد می کشیم.
من به این کار ندارم که کدام بخش از این داستان ها واقعا وجود داشته یا نداشته، چون نمیتوانم، به هیچ سندی در اختیار ندارم که بتواند درستی این افسانه ها یا نادرستی اونها رو به اثبات برسونه. از خرد میتوانم بهره بگیرم بگویم که چنین چیزی نمیتوانسته درست بوده باشد، اما با پذیرش این مجموعه افسانه ها و اسطوره ها و چیزهایی که نمادی در جامعه ایران شده، در جامعه شیعی شده، ما میتوانیم به نقد اونها بنشینیم، یعنی اونها رو به عنوان بخشی از فرهنگ چیره شیعی ایران بپذیریم و به نقد اونها بنشینیم. کاری که کسروی کرد در همین زمین است، کاری که من ادامه دادم بر کار کسروی در این راستاست، نه در راستایی که آیا این رویدادها قطعا درست بوده یا نه، در این است که این رویدادهایی که به هر روی جمع‌آوری شده، پذیرفته شده و بخشی از فرهنگ و اخلاق و باور شیعیان شده و تبدیل شده به فرهنگی که در جامعه ما شکل گرفته، چگونه میتوان به نقد اونها نشست. مانند شهید پروری، شهید پروری که وارد فرهنگ سیاسی غیر مذهبی های ایران هم شده، همه شهیدند و این احساس شهید پروری پا گرفته. تقیه، دروغ گفتن برای زنده ماندن، ناراست گفتن با مردم برای که شما بتوانید بمانید، در یک زمانهایی شاید درست باشه، هنگامی که یک حاکمی لشکر به شهری میکشه مردم به ناچار باید راستگو نباشن، ولی هنگامی که ناراستگویی به بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل میشود و مردم برای زندگی، برای جلوتر رفتن، برای برتری، برای گرفتن دارایی دیگران، برای برتر شدن از دیگران، دروغ گفتن رو، ناراست گفتن رو، پرهیز از راستگویی رو به بخش از فرهنگ خودشون تبدیل میکنن، به بخش از رفتار خودشون تبدیل میکنن، ما میتوانیم با این مجموعه ارزش ها و نمادها و اسطوره ها به جنگ برخیزیم، به اونها نقد کنیم. چرا باید امامان معصوم باشند؟ چرا باید هر مسلمانی اگر 100 بار فلان دعا رو خوند و یا هواداری از امام جعفر صادق کرد و چنان و چنین چیزی رو انجام داد، دیگر هر بلایی بر سر مردم بیاورد، هر کار زشتی که بکند، اینها بخشوده خواهد شد؟ چرا انسان نمیتواند زین پدران خودش بازگرده؟ چون در این اسطوره ها آمده است که بازگشت از دین مرگ شما رو به دنبال خواهد داشت، همراه است، بازگشتن از دین همراه است با سب به پیامبر، ناسزاگویی به پیامبر. شما به مجرد اینکه به زیر سوال ببرید این باور دینی رو، شما دشمن پیامبر هستید و مرگ شما قطعی است، مرگ شما آزاد است، شدنی است. در تاریخ ایران از هنگام گسترش شیعیگری در ایران، این نوع ارزش‌ها، اسطوره‌ها، این نوع باورها در میان مردم روان بوده و پذیرفته شده و از بالای منبرها به گوش مردم رسیده و پاره‌ای از پادشاهان هم اونها رو پذیرفتند و به اونها تن در دادند، پیاده می‌رفتند به مشهد یا همین مراسم مذهبی که برگزار می‌کردند، قمه می‌زدند که یا می‌زنند برای اینکه خودشون رو با رویدادهای خونین کربلا همراه کنند. 1000 سال است که این مهر تربت کربلا با همون بوی خوش به ایران میرسه، بناست که تربت کربلا از خون شهیدان باشه. بیشتر اونها رو هم این روزها در چین میسازن، من نمیدانم که این تربت چریختی به چین رسیده. اینها در میان مردم وجود داشته و باید انسانهای فرهیخته با این اندیشه ها درگیر میشدند و کسانی هم شدند و جان باختند، مانند احمد کسروی. شوربخت داد 40 سال گذشته این مجموعه اندیشه های خرافی، این مجموعه ارزش های نادرستی که بخشی از این اسطوره و افسانه است که جامعه، بخشی از جامعه به اون باور داشته، در بلندای دولت قرار گرفته. یعنی رهبران دولت ایران
از بلند پایه ترین اونها رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهور تا قبلا پیشتر نخست وزیر وزیران این نوع ارزش ها رو اینک دولتی کردند. آقای احمدی نژاد یک صندلی خالی برای امام زمان در هیئت وزیران قرار میداد، نور امام رو میدید، دیدار میکرد و باز میگشت. گفته میشود رهبر انقلاب با یا علی گفتن زاده شده و اینها رو به جامعه تحویل دادن. یک زمانی اینها گفته های آخوندهای منبری برای مردم بوده و کار زشتی هم بوده، اینک تبدیل شده به فرهنگ چیره بر جامعه از سوی دولت. و این است که در پاسخ به این همیهنه گرامی من باید این گونه بگویم که جدا از این که چند اندازه از این داستانها از نقطه نظر تاریخی درست یا نادرست است، که قطعا نادرست است، ما درگیر با این اخلاق هستیم، درگیر با ارزش هایی هستیم که از این نوع داستان های تاریخی تبدیل شده به رفتار پیشتر مردم یا رهبران دینی، امروز دولت. و این است که در نقد به این نوع ارزش ها، نه نقد به خود دین، نقد به این باورها، ما در واقع فرهنگ سازی می کنیم. ما فرهنگ نوعی رو در برابر مردم قرار می دهیم. ما خشونت، شهید پروری، انتظار پیدا آمدن امام ناپیدا که بناس خون به پا بکند و درست بودن، به حق بودن هر چیزی که یک امام می گوید و هر چیزی که آخون به نام امام می گوید رو به زیر پرسش می بریم، به پرسش می کشیم. و این است که سخن بر سر ارزیابی تاریخی از این رویدادها نیست، اینها رو باید انجام داد. من تاریخ پژوه یا دیگر کسانی که وارد کار اسلام شناسی و تاریخ میشوند باید به این رویدادها بپردازند که آیا چنین چیزی اصلا بوده یا نبوده، در کدام تاریخ بوده. اما جدا از اون، ما با این بسته فرهنگی، با این مجموعه ارزشی در جامعه روبرو هستیم که بسیار زیان آور و پر از ریا، پر از دروغ است و این رو باید به چالش کشید، جدا از این که پایه تاریخی درستی داشته یا نداشته. این که یک مسلمان میتواند دروغ بگوید، ریا بکند، کلاهبرداری بکند، حقوق دیگران رو پایمال بکنه، ولی با دادن صدقه، با خواندن دعا، با رفتن به حرم امام رضا یا رفتن به کربلا تمام گناهان او بخشوده بشود، این دروغ رو باید که یک بسته فکری و فرهنگی است، این رو باید به نقد کشید. اینکه شما نیازی به دانش ندارید، کافی است که باور داشته باشید، به یک اندیشه بسیار واپس مانده، این شما رو رستگار میکنه. اینکه شما نیازی به این ندارید که در رشته های گوناگون علم و دانش تخصص رو وارد اداره جامعه بکنید، مکتبی بودن برجسته تر است. این که شما در پیشانیتون حالا واقعا یا با بادنجان یا با راه های دیگری مهر حک شده، علامت مهر وجود داره از بس نماز خوندید، این برجسته در از این است که شما بروید در یک دانشگاه معتبر جهان در رشته آبیاری، در رشته ساختمان، مهندسی، الکترونیک و غیره دکترا بگیرید، کار کنید برای سازندگی جامعه. این ارزش ها رو باید به نقد کشید. و یکی از پلیدترین کارهایی که در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی در ایران انجام شده این است که این ارزش ها، این نوع اسطوره ها، اینها دولتی شده، اینها چیره شده، اینهایی که پیشتر در زیر جامعه بود. خب به نظر می رسد که ما پایان وقت امروز رسیدیم. با سپاس فراوان از شما و از کارگردان برنامه، با امید دیدن شما در هفته های آینده. روز روزگار و شما خوش باد.